خب آنچه که برداشت من بوده از گفتگو کردن با آقای آهنگری که امروز به عنوان یک عضو حزب دموکرات کردستان ایران اینجا حضور دارن، این بوده که خودشون رسما اعلام کردن ما اصلا به تجزیه طلب نیستیم، تجزیه فکر نمی کنیم، ما به یک ایران، یک کشوری به نام ایران فکر می کنیم. و خب حالا در زیر این مسئله اختلافاتی وجود داره، اما دیروز مطالبی مطرح شد که بعد خود منم سرچ کردم بلافاصله دیدم یک اتفاقات داره میفته، از جمله یک فیلمی پخش شد راجع به آقای به نام آقای جمال کریمپور که این فیلم من خواهش میکنم اتاق فرمان یک بار دیگه بذاره، و گفته شد که ایشون عضو حزب دموکرات کردستان ایرانه. فیلمو پخش کنید لطفا. ما به عنوان کسانی که خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستیم و تلاش میکنیم برای سرنگونی این رژیم و استقرار دولتهای خودمون، دولت کردستان، دولت آذربایجان، دولت الاحواز و بلوچستان، تا چه حدی تلاش کردین با نیروهایی که خواستار استقلال هستند در ارتباط باشین و یک همپیمانی درست بکنین با هم، چون همچنان که میبینیم این روسا اعتراضات در ایران هست اما متاسفانه هیچ رهبری اونو اداره نمی کنه و هیچ آلترناتیوی در شرایط کنونی برای جمهوری اسلامی متاسفانه وجود نداره و این از نظر من وظیفه کسانی هست که خواهان سرنگونی این رژیمن. اگر دل ببندیم به کسایی که میخوان اصلاحات بشه و اصلاحات نرم بشه یا به شیوه نرم رژیم سرنگون بشه، یعنی ارتش جای خودش بمونه، ادارات جای خودش بمونه، فقط مهره ها عوض بشه، دیگه همان آش و همان کاسه خواهد بود. یا اگر دل ببندیم به الترناتیوی مثل مجاهدین خلق یا سلطنت طلبا، شعار بیشتر مردم اینه که نه شاه نه شیخ. یعنی ما سلطنت طلبی رو تجربه کردیم، دیگر قابل بازگشت فکر نکنم باشه. و مجاهدین خلقم چه فرق میکنه دیکتاتور برای من عمامه سرش باشه یا کراوات زده باشه؟ دیکتاتور دیکتاتوره. وقتی که مجاهدین خلق حق و حقوق من کرد رو آنچنان که میخوام قبول نمیکنه. خیلی جالبه که ایشون مجاهدین رو دیکتاتور میدونه، برای اینکه مجاهدین شعارشون نه شیخ نه شاهه، و بعد خودش میگه همون جمله مجاهدین رو تکرار میکنه و بعد اونها رو دیکتاتور میدونه. در برنامه دیروز آقای اعتمادی، آقای کوثری صحبتی کردن، یک مطلبی گفتن راجع به آقای پاشایی و حزب مشروطه ایران، و گفتن که این حزب قبلا باید بیاد ابتداعا راجع به استبداد گذشته موضع‌گیری بکنه، باهاش خط فاصله ایجاد بکنه تا بشود باهاشون گفتگو کرد. همون موقع من به ذهنم رسید که خب اگر چنین باشه، ما از دوستان جبهه ملی نباید بخوایم راجع به این اشتباهاتی که در این 40 سال کردن، به خصوص اول انقلاب، بیان و فاصله بگیرن از این اشتباهات و اعتراف بکنن و عذرخواهی بکنن. این موضوع رو در نظر بگیرید که آنچه که گذشته رو اگر قرار باشه به میان بیاریم، باید یک دادگاهی به با 80 میلیون متهم، حالا 80 میلیون که نه، ولی یک میلیون ها نفر متهم درست بکنیم. این هم ملاک گفتگو کردن امروز ما نیست. جناب آقای آهنگری بفرمایید، خواهش میکنم. حالا جناب همانی، غیر از نکاتی که مد نظر من هست، آیا سوال مشخصی هست که من باید راجع به همین مسئله آقای جمال کریمپور و مطالبی که برنامه دیروز گفته شد یه توضیح مختصری بدید تا برگردیم سر موضوع اصلی برنامه که اون وقت از شما خواهش می‌کنم صحبت کنیم؟ ببینید، اول قبل از هر چیزی با توجه به شناختی که تازگی از شما پیدا کردم و خیلی هم خرسندم از آشنایی با اون درونیات شما، من یک انتقاد از شما بکنم. شما دیروز با آقای حاضری یک مونولوگ بسیار غیر منطقی رو پیش بردین که آقا من که اولش عذرخواهی کردم که دیگه نه، آخه اجازه بدین اون اطلاعاتی رو گفتن که به میلیون ها نفر رسیده
بدون حضور من، من اینجا در حضور شما مهمانان و تمامی ایرانیان و هر کسی که این برنامه رو می‌بینه اعلام می‌کنم برای هر مناظره‌ای در هر وقتی با حضور تو امان آماده. ولی این غیر منطقی است شما یک نفر رو بیارین پشت سر من حرف بزنه، اطلاعات دروغ رو پخش بکنه. آقا آنگه من اول قبلا هم چند دقیقه پیش عذرخواهی کردم، گفتم من اشتباه کردم، چیکار باید بکنم؟ عذرخواهی شما از بزرگواری شما قابل قبوله. من منظورم این نیست، اطلاعاتی که در اونجا گفته شده نه متد کار شما، اطلاعات رو عرض میکنم. یک قسمت از مشکلات ما اینه که ما اطلاعاتمون درست نیست. ربطی نداره ما چه مدرکی داریم، ربطی نداره ما سنمون چنده، ربطی نداره ما کدوم متعلق به کدوم جناح یا حزب سیاسی هستیم. اساسا اطلاعاتمون درست نیست. مثلا ایشون در رابطه با فردی میاد 10 بار اسم منو میاره، اطلاعات غلط در مورد منم انتشار میده، بی خبر از این که این فرد 3 سال پیش از حزب دموکرات کردستان ایران خارج شده. مشخص بفرمایید، همین آقایی که الان در این مجلس صحبت میکردن، ایشون 3 سال پیش به دلیل همین موازه از حزب شما اخراج شده. ایشون بعد از سفرشون به عربستان و موازه که گرفتن اخراج شدن. خود ایشون در وبسایت خودشون به نام روژه کرد تصفیه حسابشون یا اخراج خودشون از حزب دموکرات کردستان ایران رو منتشر کردن. اما چون من نوعی ایکس دیگریگ آقای حاسدی هر کسی دیگه اطلاعات ندارن در این زمینه، میان تعمیم میدن و یک اردوگاه فکری، یک تاریخ دیگه رو در به صفر می